امیدوار هستم که از فیضات و برکات ماه مبارک رمضان استفاده کرده باشد و همچنان الله جل عزمتو در این ماه مبارک تاعت و عبادات ما را به حضور خود پذیرفته باشد و هم بپذیرد مبحث ما در رابطه به جایگاه زن در دین مقدس اسلام است خب از زن چند بود مورد بررسی قرار میگیرد زن گاهی وقت به عنوان مادر مطرح میشه گاهی وقت به عنوان خواهر مطرح میشه گاهی وقت به عنوان خانم مطرح میشه گاهی وقتا به عنوان دختر مطرح میشه که از هر باد شریعت اسلام آمده به شکل درست و واضح روشن در مورد صحبت کرده مثلا در مورد مادر کسی آمد از پیامبر بزرگ اسلام پرسان کرد که بالای ما کی زیاد حق داره گفت مادرت باز گفت دوم کی حق داره گفت مادرت باز گفت سیم کی حق داره گفت مادرت چهارم کی حق داره یا رسول الله گفت پدرت یعنی سه مرحله مادر پیش بینی کرد برش حقش یعنی حق مادر سه مراتب بالاتر از حق پدر است که دانشمندا تحلیلش میکنن میگنه که مادر در دوران بارداری تنها میباشه هیچ کس که شریک نیست یک حقش دوم در دوران ولادت تنها میباشه هیچ کس درد تحمل نمیکنه و جز از مادر دوم سم در دوران شیر دادن تنهاست هیچ کس همراه شریک نیست سه د چهارم تربیه طفل میشه او مسله نفقیش مشه اینجاست که پدر شریک مشه ن چهار مرحله طفل تنها مادر تحملش منه مادر حملش میکنه بعد از او بد درو چهارم با پدرش شامل میشه بناعا حق مادر سه مرتبه بالاتر از حق پدر است ک انا می بینیم که شریعت اسلام وقتی که مادر مثلا مثلا بارها ذکر کرده که جنت زیر پای مادران است مادر ذکر کرده حتی یک جنازه که آمده بود پیغمبر گفت که از سیما از او درک کرد که گاهی وقت پیغمبر به اساس وحیه تمام صفحات غیب مطالعه میکرد به اساس وحی البته که خودش غیب نمیفهمید دید که او مورد عذاب در آینده قرار میگیره بعد از محاکمه البته اما چون مادرش نبخشیدش گفت تا زمانی که مادرش نبخشیده نماز بالش نمیخوانیم تا که مادرش آمد بخشیدش پس بناعا میبینیم که بخشش خداوند جلت ازم تو منوتو مربوط به بخشش مادر است ب... پس جایگاه را میبینیم که لحاظ مادر بسیار رفیع است که اصلا که کسی که قرین مادر است پدر است دگاه هیچ کس رقابت کرده نمیتونه اصلا پدر هم رقابت کرده نمیتونه میبینیم که جایگاه بسیار رفیع داره که چگونه باید برخورد صورت بگرم راش چگونه تعامل شوه حتی پیامبر بزرگ اسلام کسی که طرف پدر مادر خود البته بطریق توازو میبینه ای رفتاری میکنه با پدر مادر خود یعنی رفتارش خوب بسیار حسن نمی باشه اما طرف پدر مادر خود همیشه متوجه می بوده باشه که احساس چی میکنه اطاعت میکنه گاهی وقت شما دیده باشه اگر یک آمر به طرف مادون خود که متوجه میشه مادون شانه خود پایین میکنه یعنی آماده اطاعت هستم اگر اولاد به طرف پدر مادر همیشه متوجه باشه هرگاه پدر مادر طرف متوجه شد احساس اطاعت برایشان بته پیامبر بزرگ اسلام میگه در بدل هر دیدشان خداوند حج پذیرفته شده لا برایش حساب میکنه صحابی گفت یا رسول الله آل یک نفر صد بار چون این کار در برابر پدر مادر خود میکنه پیامبر گفته خزانه خداوند خو کم نیست برش میته پس میبینیم جایگاه مادر بسیار رفیع است اینجا که اصلا جنت اموت تو میتونه به طفل خود بده مانند که چبلک خدا بده چون چبلک در زیر پایش می بوده باشه چیزی که بسیار بیارزش است برای انسان بودش از چبلکش از سرپایی است که میتونه بسیار به برک کس توفه بده و هر کس بخشش بده جنت به مساوی سرپایی یک مادر است که میتونه بسیار ساده به طفل خود توفه بدهش یا به کس دیگه بدهش که معمولا همه اولاد هست. در نظر گرفته میشه اینجا میبینیم که مادر مقام رفی داره میمیدن مورد خانم که زن به خانم مطرح میشه پیامبر صلی الله علیه و سلم خیارکم خیارکم لنسائکم بهترین شما کسی است که اخلاق نیک داره و بهترین کسی که اخلاق نیک داره از کجا محاسبه میشه معیار در اخلاق نیک کی است معیار در اخلاق نیک کسی است که با خانم خود رفتار نیک داره و ما میگم کسی هستن که با خانم خود رفتار نیک رفتار حسنه دارم. پس بنان نگفته کسی اخلاق کسی بسیار با اخلاق است که صف اول مسجد شده کسی بسیار با اخلاق است که با همسایه روابط نیک داره کسی بسیار با اخلاق است که با دوستای خود روابط نیک داره اخلاق نیک کسی داره که با خانم خود روابط نیک داره برخورد نیک برخورده برخورد حسنه داره پس اینجاست که پیامبر علیه میگه معیار شناخت اخلاق نیک خانم قرار میده که پس با خانم روابط نیک داشته باشید پس میگه زمانی که با خانمتان تعامل میداشتید، تعاملتان به گونه باشه که او مثلا قبرغه نشان، مثال داده که قبرغه را می بینه که اساس کجی داره او را اگر بخواهی لیس کنیم مشکنه پس بزنان طور تعامل همراهش می کنید که آیسته 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 باید تقابل صورت بگیره پس پیامبر رسام این گونه مثال داده که بعضی کسا برداشت اشتباه میکنه میگه از قبرغه چپس نه اون گونه نیست مثال داده که با قبر... چیز کت چگونه لایسش میکنی میپره مثلا چیز شیشه ای بوده باشه بسیار با یک روابط نیک با تعامل حسنه میتونی که چیزی را که بالا شیمال کنی به شکل زور نمیشه مثلا میخوای که بالا خانم یک چیزی را عادت اجرا کنه او به شکل زور نمیشه شکل زور گفته رابطه فامیلی از بین میره رابطه خانوادگی از بین میره رابطه زناشویی از بین میره پس بنان با تعامل بسیار حسنه امرای صورت بگیره که هم چیزی را که میخوای به دست بیاری او را به بیاری و او را راضی بسازی و یکی از ویژگی های خانم که همیشه این اطاف پذیر هستن یعنی همیشه میتونه که رضایت شوهر خود جلب کنه و موضوع دیگری که به عنوان دختر هم میکنه پیامبر بزرگ اسلام یک کسی که دو دختر خود تربیه درست میکنه و به سن می که به شوهر بتشه ما از او در جنت به این اندازه تفاوت داریم بین دو انگشت این همه قدر تفاوتش است پس میبینیم که از هر بوده که خانم و مورد ملاحظه قرار بتیم خانم منده، مرد و خانم که تفاوت نداره یکسان در برابر الله جل تزمت و من حیث بنده جایگاه بسیار رفی جایگاه بزرگ داره و بسیار موارد است که از دیگر مخلوقات الله جل که دیگر بنده کرده سبقت میگیرن